سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. من دکتر امیر محمد شهسوارانی هستم، جامعه شناس و روانشناس، در خدمتتون هستم با سوالات و پرسش پاسخ ها. من یه اشتباه کردم، یه جایی از دهنم در رفت واسه موفقیت برنامه ریزی و خیلی ها گفتن که آقا تو وارد حوزه ما شدی. نه به خدا، نه رشتم برنامه ریزی مدیریت آموزشیه، نه رشتم این کارا هست، نه چیزه. فقط من نکات نورساینسش رو میدونم و نکات نورسایکالوجیش رو، سعی میکنم اونا رو با هم بررسی کنیم. قطعا اصلا و ابدا ما دوستانی که رشته شون مدیریت آموزش برنامه‌ریزی تحصیلی هست رو بهشون جسارت نمی‌کنیم. استاد این قصه هستن در کنار دوستان روانشناس تربیتی. ما فقط پیش اینا تلمذ می‌کنیم. منتها سر نکاتی هست، خب ما یه بحثی داریم برای روانشناسی یادگیری و یادگیری و حافظه، و مثلا نورساینس مربوط به حافظه. من چه مقدار کارام این بوده، حالا غیر از اینکه بحث پایان نامه‌ام و اینا روش داشتم، در این حال پروژه و پژوهشایی داشتم، اونا رو فقط خدمتتون میگم. ناراحت نشین لطفاً از اینکه من یه وقت خدایی نکرده پامو اضافه دراز کرده باشم، سعی میکنم دخالت تو کارتون نکنم. ببینید عزیزان، همونجور که تو ویدیوهای قبلی بهتون گفتم، ما یک سری نکات و استلزاماتی داریم برای برنامه‌ریزی. امروز میخوام خیلی عملیاتی، خیلی ساده یه سری زمانبندی بهتون بگم برای اینکه بتونید موفق بشید. در درجه اول، گام نخست یادگیری این است که یک مهارت در ذهن شما بنشیند. برای اینکه یک مهارت تو ذهن شما بنشیند، یک منحنی رشدی داریم 21 روزه. شما باید این منحنی رشد 21 روزه تو ذهنتون باشه. منظور از رشد 21 روزه چیه؟ 21 روز طول میکشه یک نورون یا مجموعه از نورون‌ها یک شیپ خاصی رو بگیرن تو مغز. یعنی آکسون دندریتاشون رشد کنه، تبدیل به یک الگوی خاصی بشن، یک مدار ایجاد بشه تو مغز. 21 روز. منحنی یادگیری توی سایت راجبش توضیح دادم، گذاشتم. تو اینستاگرام هم فکر کنم بود. تا اینجا شد؟ پس 21 روز بهش میگن الگوی یادگیری مالتس، اگه اشتباه نکنم. یا منحنی یادگیری مالتس. 21 روز شما یک کاری رو باید انجام بدهید تا تازه یه جرقه یه چیزی بیاد. برای اینکه این مدار ثابت بشه، شکل بگیره و کامل فرم بگیره، 12 هفته یعنی 3 ماه شما زمان لازم دارید. 21 روز بعد 3 ماه. 3 ماه هم یعنی 12 هفته دیگه هم برای فیکسیشن و ریهرسال اون مدار. فیکسیشن یعنی تثبیت شدن، ریهرسال مرورش، تقویت شدنش در مغز زمان لازم. پس به عبارتی شما چقدر؟ 6 ماه حداقل. یعنی حداقل 180 روز نیاز دارید تا یک الگوی در مغز شما به مدت درازی سیف بشه، شاید تا آخر عمر. تا اینجا شد؟ خیلی خوب. چقدر باید تمرین کنیم براش؟ میگن حداقل تمرین مهارت 5 دقیقه است. خواهشی ازتون دارم، 5 دقیقه مهارت به زبون ماهاست، نورساینسه. اون چیزی که من بهش میگم 5 دقیقه مهارت یعنی چی؟ یعنی که شما یک حرکت دست که اینجوری میخواد بپیچه، فقط فاز یکش، یعنی تا اومد بالا برگشتش میشه 2. اینجوریه. یعنی باید تبدیل بشه به بیسش، به بیس عصبی نورونیش. پس بنابراین شما 5 دقیقه لطفا، نه خودتون نه ما رو نه کسی دیگه رو، آره دیم مایا. خب پس قاعدتاً چقدر باید یاد بگیریم؟ میگن اگر شما میخواید به سطح تسلط، مستری، استادی در یک کار برسین، طبق تحقیقاتی که شده کتاب اندرسون، میتونین نظریه یادگیری، دقیقه کتابش از Learning and Memory، جان اندرسون، ترجمه هم شده به فارسی. اگر بخواید شما طبق این الگوها برید، طبق تحقیقات انجام شده، میگه 10 سال هر هفته 3 بار، 10 سال هر هفته 3 بار، به مدت هر بار 1.5 ساعت باید یک فعالیتی رو انجام بدید. تا چی بشه؟ تا این فعالیت برای شما به مستری یا تسلط برسه. میشه چند ساعت؟ ببینید من حساب کردم یه چیزی هول و هوش 2340 ساعت میشه، یعنی سالی 234 ساعت. سال 234 ساعت یه مهارتی تمرین کنید، یعنی به شکل هفته 3 جلسه 1.5 ساعت و بعد
ده سال ادامهش بدین 2340 از رو این تقلبمه دارم میش نوشتم نگاه میکنم میگم شما به مستری یا استادی میرسی. خب حالا اگر شما بخواهید در سطح قهرمانی و حد اکثر بهینه یک موضوعی بمانید، یعنی چمپیون اون موضوع باشی، هر چیزی، باید سالی 1000 ساعت براش تمرین کنی. یعنی این دیگه میترکونه دیگه، 1000 ساعته. سالی 1000 ساعت یعنی اگر روزی 3 ساعت تمرین کنین شما، یک چیزی هول و هوش 1095 ساعت میشه، چون تقریبا میشه 2 ساعت و 40 دقیقه دیگه. اگه که 1000 ساعت تقسیم بر 365 روز بکنیم، شما بگو 3 ساعت میشه 1095 ساعت، درست شد؟ این 1095 ساعت رو اگه شما روزی 3 ساعت بری، در یک سال رفتی، یادتونه گفتم 10 سال یعنی 2340 ساعت شما نیاز دارید برای مستر شدن توی گزینه. اگه بخواید روزی 3 ساعت کار کنید پشت سر هم هر روز، شما 26 ماهه بهش میرسید. 26 ماه و شما خدایید در اون زمینه، هیچ کس نمیتونه جلوتون وایسه. یک میخوای ورزش کن، 3 ساعت ورزش کن، هر رشته ورزش، یعنی یه رشته، اون رشته ای که این که میگم هر رشته، نه این که میکس بکنی، نه آمادگی جسمانی میری، شما دو میری، هر چی، 3 ساعت در روز. این 3 ساعت در روز شما تمرینت درست انجام بده. میخوای درس بخونی برای ارشد، برای دکترا، ما الان برای دکترا هم همینو میگیم، برای ارشد هم همینو میگیم، 1000 ساعت مطالعه کافی. برای کنکور شما 2000 ساعت باید بخونی. چرا 2000 ساعت؟ یعنی 2 تا 3 ساعت در روز 6 ساعت. 26 ماه قبل از شروع کنکورت میشه که 26 ماه قبل از شروع کنکور شما بری، 2 تا 12 سال میشه 24 سال. خب کنکور شما فرض کن بعد از پیش دانشگاهیت باشه، یعنی که سال دوم دبیرستان امتحانو که دادی، ما به سبک خودمون میگیم سال دوم، یعنی سال میشه 10. سال 10 الان تموم شد، تابستون تیرش باید شروع کنی. خب استارت باید بزنی. تیرش هم بعضیا میگن دیره، شما باید 2 ماه قبلش، یعنی بگو فروردینه اون سالی که کلاس دهمی باید استارت بزنی، چون اگه کنکور بذاریم خرداد میشه فروردینش دیگه 26 ماه. بعد از اون موقع استارت بزنی. و شما چقدر باید بخونید برای کنکور؟ 2000 ساعت. چرا 2000 ساعت؟ شما 2 دسته مبحث دارید، مباحث تخصصی، مباحث عمومی. 1000 ساعت مباحث عمومی نیاز دارید، 1000 ساعت مباحث تخصصی. خب و بعد این 1000 ساعتتون برای چیه؟ برای سالتونه. شما 2340 ساعت نیاز دارید که استادش بشین، نامبر وانش بشین. 2 تا 2340 ساعت دارین و سالی 1000 تا بخواین بخونین 26 ماه طول میکشه. خب میخوای شطرنج باز حرفه‌ای شی، روزی 3 ساعت شطرنج تمرین کن، 26 ماه قهرمان جهانی. کشتیگیر حرفه‌ای میخوای بشی، روزی 3 ساعت تمرین کن، 26 ماه میرسی به قهرمانی جهان. بشن که هر روز تمرین کنی 3 ساعت. نخبه کامپیوتر میخوای بشی، روزی 3 ساعت بشین انجام بده. برنامه نویسی میکنی همجور، نه یا به من بگی آقا من 1 ساعت این تمرین کردم، 1 ساعت اون، 1 ساعت اون. هر چیزی که تمرین کردی به همون اندازه است. اگه یک دونه انجام بدی میشه 300 ساعت، خب نمیرسی. ولی یه برنامه، یه زبانه، مثلا پایتون شما بگی جلو برو، ASP رو بگی برو جلو، یه دونه ASP رو بگی برو جلو تا تهش، شما 26 ماه روزی 3 ساعت 10000 ساعت ASP کار کنی، چیزی وجود نداره توش ندونی. 10000 ساعت شما پایتون کار کنی، خدای پایتونی، دیگه چیزی از پایتون نمیمونه که ندونسته باشی. اینا تو بلاک چینش هم یاد گرفتی، هوش مصنوعیش هم یاد گرفتی، جنگوش هم یاد گرفتی، همه چی دبل نا. خیلی خوبه، خیلی. توی کنکور عملا شما روزی 6 ساعت باید مطالعه بکنید از 26 ماه قبل از تاریخ کنکورتون. خب حالا شما میگی آقا چه جوریه؟ بالاخره با 5 روز در روز جابجایی دیگه، هر سال بیشتر از اینو بدتر از این که نیستش. خب میبینی چه جوریه؟ ممکن حالا یه استثنایی بشه، برفرض از عقب بیفته، جلو نمیفته، عقب بیفته باز شانس شماست، شما میتونی بیشتر بکنی. ولی شما چقدر نیاز دارید؟ این تعداد رو باید چه جوری جمعش کنید؟ 10000 ساعت نیاز دارید. خب این 10000 ساعت میشه 26 ماه و شما 10000 ساعت میشه 3 ساعت در روز 26 ماه. شما 2 تا رو باید بخونین عزیزم، 2 تا. این 2 تا رو برای چی میگم باید 2 تا بخونین؟ برای که این 2 تا بخونید، یه درساتون عمومی، یه درساتون تخصصی. اوکی ممکنه بگی آقا 10000 تا زیاده، 1000 تا خوبه، 1000 تا بخون، من مشکلی ندارم، شما 1000 ساعت بخون. خب ولی 1000 ساعتی که شما میخوای بخونی،
این 1000 ساعت رو باید حساب بکنی. برای اینکه به صد تسلط برسی 2340 ساعت نیاز داری، نه 1000 ساعت. 1000 ساعت مال ارشد و دکتراست. شما باید 2340 ساعت رو بخونی و دو تا هم باید بخونی، یکی عمومی یکی تخصصی، و اوکیه. حالا اینکه چه جوری برنامه بریزم، اینکه چه جوری چانک بکنم هم نکته است. مثلا ببینم چیزی اینجا جا نمونده. خیلی حالا ما این نکته ای داریم این وسط، چجوری من میتونم برنامه‌ریزی خوبی داشته باشم؟ شما برای اینکه شروع کنید 1 تا 2 هفته تمام فعالیتاتون توی سری جدول‌های بنویسید. یه جدول درست کنید، روز هفته رو نوشتی، نیم ساعت به نیم ساعت بنویسید. یعنی ستون افقی میشه روز هفته، کنارش تاریخ میزنی، ستون عمودی بالا میشه مثلا ساعتش. یا میتونی یه کاری بکنی، روز هفته رو بالا بنویسی تو ستون عمودی، ستون افقی، ساعت، ببین کدومش اوکی برات. ساعتش هم اینجوری کن، از 8 صبح بذار برای خودت. یا بعضی میگن 6 صبح، استاندارد 6 صبح ها، از 6 صبح شما بذار نیم ساعت، نیم ساعت، 6 6 و نیم، 7 7 و نیم، 8 8 و نیم، 9 9 و نیم، تا چه ساعتی؟ تا 11 شب، بیشتر از 11 نباشه. شما 11 شب دیگه یعنی 10 و نیم به سلامتی باید جیش بوسلالا مسواک بخوابی. اینو بنویس که توی ساعت‌های شبانه روز چند ساعت شما بیدار، چی کار میکنی، هر نیم ساعت چی کار میکنی. حالا برنامه‌ای که برای خودتون میخواین بریزین چجوری باید باشه؟ استاندارد برنامه ریزی رو میگم. شما در هر روز باید بین 30 تا 40 دقیقه ورزش نرمش داشته باشی. به من ربطی نداره کی چی داره میگم، من بیس نوروساینس میگم و اصلا و ابدا با هیچ گونه مؤسسه کنکور، هیچ گونه اونی که مدعی برنامه‌ریزی کنکوری که شکر خدا هیچ کدومشون سواد و تخصص نوروساینس ندارن، چیزی از مغز نمیدونن، کاری ندارم. فقط دارم چیزی رو به شما میگم که استاندارده. شما با علم مغز سر و کار دارین. سی تی اسکن، ام آر آی، نورو فیدبک، عرض بزرگ شما شود که سیستمای اسپکت، وضعیت تصویربرداری و امواج مغزی، اینا هیچ فرقی بین هیچ آدمی نداره. بیس عصبه، یا قبول میکنی یا قبول نمیکنی. اونی که قبول میکنه موفق، به راحتی شما میری جلو. شما فرایندتون اینجوری باید باشه: 50 دقیقه، 45 تا 50 دقیقه فعالیت مطالعه، 10 دقیقه به خودت آنتراک بده. تو این 10 دقیقه زحمتی میکشی، میتونی یه چیزی مثل میوه، یه چیز کالری داری، برفرض چی، دیجستیف ساقه طلایی. اصرار دارم حتما مصرف بکنید یکی دو تا دیجستیف. عزیزم قطر باسن، قطر کمر، قطر رون، قطر شکم رفت بالا، هیچ اشکالی نداره، میاد پایین، با اینا نمیره بالا. شما گلوکوز مغزت کامل تعیین بشه. چرا اصرار دارم یه چیزی باید باشه مثل دیجستیف؟ اینا باید، شما موادی رو انتخاب کنید که قندش دیر آزاد میشه، قله کامل، چیز پفک، اینا که آتش قالچ. اگه دوست داری سیب زمینی بخوری، سیب زمینی که بخار پز شده باشد، نه آب پز، نه سرخ کرده، یا تنوری یا بخار پز، خب یعنی به صورت غیر مستقیم درست شده باشه، حرارت غیر مستقیم، حمام بنماری. عزیز جیگر، دلبند، شکلات، مکلات، نمیدونم نون لواش و فلان، همه رو بریز دور. اگه یه چیزی مثلا میگم مثل نخود، مثل عدس، این هر چیزی شما برید بخونین چیا هستن که گلوکوز رو دیر آزاد میکنن، بعد از اون مصرف کنین. میگم ساده ترینش بیسکویت دیجستیف. این دیجستیو آره، نمیدونم جومانه هست، ساقه طلایی، فرخنده، هر مارکی میتونه باشه دیگه، فرقی ندارن. چرا فقط اینا؟ چرا؟ چون اینا دیر قند آزاد میکنه و شما سطح قند خونت حفظ میشه. سطح قند خونت حفظ بشه اوکی، تا اینجا شد. تو این 10 دقیقه، تو این یه ربع میتونی 3 4 یا 5 دقیقه لالا، که میگم لالا یعنی چشا رو ببند، نمیخواد بری تو رخت خوابا، حالا دوستاشی هم میتونی بری تو رخت خوابی. 5 دقیقه باقی مونده در حالی که داری دیجستیو تو میل میکنی، سه حرکات کششی انجام بده. اب حرکات کششی رو میتونی بگیری تو گوشیت بذاری ببینی، اگه هم خواستین تو اینترنت سایت های مختلفی هست میتونین برین سرچ کنین، هست، تصویری داره فلان. فقط حرکات کششی، چون شما 30 تا 40 دقیقه نرمش رو باید بذاری تو روز انجام بدی، چند پشت سر همه، این نمیشه. این برای چی میگم حرکات کششی؟ چون استرسی که توی بدن تولید میشه در این مهره گردن میاد تا استخوان خاجی که دنبالچه میشه، و اتفاقی که هست اینه که این عضلات شل میشن. چون شل میشه استرس میگیره، کتفت یواش یواش میره بالا، خودت نمیدونی، بعد گوز شدی، نفس تنگ میشه، خب قند خونت هم به همین دلیل میرزه به هم و ادراک پنیک یا وحشت داری، از درس میترسی، میافتی. هرچی پس دوست داری بخون، ولی به این شکل توی قالبای 45 تا 50 دقیقه 10 تا 15 دقیقه هم آنتراک، 50 دقیقه 10 دقیقه
45 دقیقه 15 دقیقه ببین با کدوم راحت، هیچ فرقی با هم نداره. یعنی فکر نکن اگه 45 دقیقه تو بکنی 50 دقیقه بیشتر میبری، نه 45 15 عالیه، ایده‌آله، بیشتر هم نیازی زور بزنی. 15 دقیقه به خود استراحت بده، تو این 15 دقیقه سرویس بهداشتی، آب، دیجستیو، خب حرکات کشیشی، اگه خواستی 3 تا 5 دقیقه چرت بیشتر نزنی ها، اصلا همین که چشات بسته بشه اوکیه. خوابتون رو، خواهشی که ازتون دارم، برای هر کنکوری میخونی، کنکور دانشگاه میخونی، کنکور لیسان، ببین اینه چرت میگن، من نمیدونم این کاسبا چی میگن، کاسبن. شما زمانی که درس میخونی یادگیریت بیشتر میشه، دقت کردی شب امتحانی بیشتر خوابت میاد، دقت کردی میخوای برای کنکور بخونی، حالا چه لیسانس چه دکترا، برای امتحان کنکور که میخونی بیشتر خوابت. چرا؟ چون شما زمانی که یاد میگیری مغز اتوماتیک شات آف میده، بعد خاموش بکنه و بعد اینا رو سیو کنه، با خواب سیو میشه. شما حتی قهرمان ورزشی میخوای باشی، اونایی که میخوان برن قهرمان ورزشی، قابل توجه تیما، قابل توجه عزیزانی که استعدادیابی ورزشی میکنن، نخبه یابی میکنن، تیم نخبه دارن، تیم امید دارن، شما توی بحث ورزش هم ورکت بچه‌ای که میخوای بفرستیش قهرمانی، بچه‌ای 10 ساعت بخوابه، 8 ساعت نباید بخوابه، بزرگسالت که میره باید 8 تا 10 ساعت بخوابه، زیر 8 تا 10 ساعت خواب ببین هیچی بهت نمیچسبه. یعنی شب باید شما 10 شب بخوابی تا 6 صبح میشه 8 ساعت. کنکوری عزیز جدی بگیرین قصه رو. خب خواب شبت هم به هیچ وجه اوکی نمیکنه جای دیگه ای اگر ببریش. من تو روز میخوابم، من خورد میخوابم، اینو ببین جوکا رو برای من تعریف نکن. تو بهداشت روانی خواب میتونی این جوکا رو کامل با خودت یکیش بکنی، ولی ببینید عزیزان اصلا صحبت ما اینه که این مغزه، این چیزی فراتر از تخیل و خواست منه. خب مافیای کنکور هستن، مافیای انتخاب رشته هستن، جست و دور بالاخره اون داره میدونی چی میگه؟ مثلا طرف میگه او 300 درفتن، یه چیزی بهت میگه تو نتونی، بعد همیشه هم بمبول در میاره. ببین من گفتم تو نتونستی، اگر میکردی میشد. موضوع اینه که بنده خدا رستم هم بچه بود نمیتونست این کارو بکنه، زئوس هم نمیتونست بیاد این کارو بکنه، این آدم بکنه نمیتونه که، جوک نگو. محدودیت بچه است. خواهشم ازتون حتما دوش روزانه رو داشته باشین. پس ورزش 30 تا 40 دقیقه رو حتما، شما اگه 40 دقیقه در روز ورزش بکنید با سطح فشار 1 و 2 خیالتون راحت بشه، یعنی فشار خیلی کم، خیلی کم راحت، خیالتون راحت بشه، درس رو بهتر یاد میگیرین. اگه شبی 8 ساعت بخوابی خیلی عالیه. شما در روز 6 الی 8 ساعت بتونی مطالعه بکنی عزیزم، طبق استاندارد و الگو فیکس میشه تو مغزت. نیاز نیست 12 ساعت بخونی هی 20 بار دوره کنی، با دو بار خوندن میره تو کار. خیلی از مواقع خوندن است، نحوه خوندن، چون مموری تریسه. و شما اگر طبق این استایلی که عرض کردم خدمتتون 2340 ساعت خب و 26 ماه رو در نظر بگیرین، برین جلو و به راحتی این مسئله رو برسونیم به 10000 ساعت و بعد اینو فیکس کنید که ببینین خیلی خوب من خواستم انقدر ساعت برم، این انقدر ساعتی که خواستم برم، روزی 3 ساعت شد، انقدر خیلی خوب شد، انقدر تمام شد، 26 ماه شما رسیدی، خیالت راحت باشه رسیدی. اگر چیزی رو نرسیدی هم بگه نرسیدی، بیشتر از این هم میخوندی نمیرسیدی. روزی 18 ساعت اصلا قابل قبول نیست، چون شما روزی 18 ساعت نمیخونی، دروغ به خودت نکن. 40-45 دقیقه 50 دقیقه نهایت خونه پر میشینی میخونی، 10 دقیقه آنتراک داری، استراحت میکنی، گلوکوز مغزت اوکی باید باشه. یه چرت کوتاه 3 دقیقه، من یه جایی یه دانش آموزی داشتیم، خیلی بچه خوبی بود، اسم مدرسهش محفوظ تبلیغ نشه، میگفت چرت سوسکی. گفتم آره بزنیم خیلی خوبه، چرت سوسکی، چرت سوسکی بزن 3 تا 5 دقیقه، هیچ اشکالی نداره تو این بازار. خود چیزی هم خوردی، حالا میتونی مثلا چی بخوری، مثلا اصلا مهم نیست، این اصلا مهم نیست، ولی خواهشن چیز چرب، چیز نمیدونم قندی فلان، دیجستیو باشه، دوستش میوه بخوری مثلا نصف سیب. خب و شما اینه که میخوری اتفاقا لاغر میشی. حالا نگاه کنید، این 40 دقیقه ورزش رو داشته باشین، دوش روزانه تون حتما بگیرین عزیزان. این دوش گرفتن روزانه کمک میکنه که چون چربی های روی سطح پوستتون رو میشوره، تنفس پوستی 15 الی 20 درصد اکسیژن رسانی مغزه. هرچی شما این تنفس پوستیتون بیشتر باشه، لباسای گله گشاد و راحت داشته باشین، پلاستیکی نباشه، نخی باشه، و مثلا تو خونه هستی حتما نمیخواد جوراب بپوشی، شلوار جین بپوشی فلان، یه لباس نخی گله گشاد بپوش. خب تنفس پوستی شما وقتی که بره بالا 15 الی 20 درصد ظرفیت مغزتونه دیگه. وقتی شما روزی 30 الی 40 دقیقه نرمشی میکنی که عرض بزرگ گل شما شود،
فشارش 1 یا 2 روی 60% فعالیت چرخه کربست فعال میشه، به تدریج ظرفیت حیاتی ریه افزایش پیدا میکنه. ظرفیت حیاتی ریه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما 20% بیشتر اکسیژن میگیری با ریه، اکسیژن بیشتر به مغز رسیده، پس کمتر خواب آلوده میشه، پس بهتر یاد میگیری. وقتی خوابت تمیز باشه، سیف باشه، میزون باشه، شما بهتر بیشتر یاد میگیری، خیلی یادگیری دوام دارتره. چون شما هر چی بخونی، هر چی ببینی، امروز 500 صفحه کتاب بخون، تا نخوابی، تا 8 ساعت شب نخوابی، توی خواب شب سیف بشه، هیچ جا دیگه سیف نمیشه. تا اون خواب شب نباشه سیف نمیشه. و برای چی بخور خودتو خسته میکن؟ وقتی شما ورزش میکنی، هورمونا تنظیم میشه، به ویژه چون شما تو سن بلوغ هستین، این هورمون هایی که از تو بدن اکسسیو زیاده، خب این هورمون باید بسوزه. تا این هورمون نسوزه مغزت کار نمیکنه. این هورمون ها به صورت اتوماتیک از سن 12 13 شروع میشه، بعضی مثلا 9 10 11 فلان، بستگی داره به اینکه بلوغ شما که استاد بخوره، تا 23 4 همین هست. برای همین این آدما انرژی دارین، شما تو این گروه سنی انرژیتون هم خیلی زیاده. خب حالا چیکار میکنی انرژی رو؟ شما ببین این هورمون این دستور رو به مغز میده، پاشو راه برو، پاشو کرم بریز، پاشو ورجه ورجه کن، پاشو آتیش بسوزون. مادر و پدر گرامی لطفا توجه کنید، تا زمانی که این هورمونه هست، وحی از آسمان هم نازل نمی شود که ایشان درس بخوانند. نقطه. این واقعیتیه. اصلا طرف با این انرژی، با این میل، با این رغبت نمیتونه، باید بسوزونه. برای همینه که میگم هر 45 دقیقه یه تکونکی بخور. این تکونکه کششی عضلات رو سفت میکنه، عضلات کمر شما سر حال میشه، ظرفیت ببین صاف میشه، این ظرفیت ریاد اوکی میشه. خب اینجوری قوزی، ظرفیت ریاد صاف میشه، خیلی خب، کمر صاف شد، گردن، پشت، سر، هیچ کدوم درد نمیگیره دیگه. پشت سر شما خیلیاتون میگین درد میگیره، چون گردن دولا ناخودآگاه. خب صاف هست، تمام شد. این نرمش کششی این کمک رو میکنه. پوستر سینه‌تون حفظ میشه، قفسه سینه، عضلات پایین، تمام بدنتون اوکی. خب شما در طی روزم ورزش کردی، همه چیزو با هم داری، فیزیولوژی بدنت آماده است. حالا کوچکترین مطلبی بهش بدی یاد میگیره. بین 6 تا 8 ساعت هم در روز یادگیری داشته باشی عالیه. چون شما 26 ماه زمان دارین روزی 6 ساعت بخونی برای کنکور. 26 ماه زمان روزی 6 ساعت برای کنکور بخون، گوش به حرف هیچ کس دیگه ای نده. هر کی هم گفت بگو شرسو رو میگفت. دیتا براش داریم، مقاله داریم، مقاله منم نیست، کتاب از منم نیست، فارسی هم نیست بگیم ماها خودمون چپوندیم کنار هم کردیم مقاله فارسی، همش مقاله های بین المللی اینترنشنال در امریکا، در اروپا، در کانادا، در سوئد، در ژاپن. چون نمیدونم چقدر اطلاع دارین، کنکور توی چین و ژاپن میبینی 13 تا 16 ساعت طول میکشه، بچه‌ها برای اون امتحان آماده میشن، رو اونا کار کردن. دیدم آقا بسه، 26 ماه بخون، روزی 6 ساعت بیشتر هم نمیخواد. فکرم نکن اگه مثلا 20 ماه خوندی روزی 8 ساعت بخونی بهتره. نه عزیزم، اضافه کردن ساعت در این مدت هیچ سودی برات نداره، بیشتر از 6 الی 8 ساعت هیچ فایده ای براتون نداره. البته اینم بهتون بگم، اگه شما مدرسه تشریف میبرید، ساعت مدرسه محسوب نمیشه جزء این مطالعه ها. این که بهتون میگم مثلا 6 ساعت خارج از مدرسه شما باید خودتون مطالعه کنید، چون اون آموزش عمومی همه دارین. درست شد؟ این به همین سادگی شما برنامه‌هاتون چیده میشه، خیلی خوب میتونین برین جلو. به هیچ وجه، به هیچ وجه حواستون هم باشه در زمانی که دارید این برنامه ها رو انجام میدید، تلویزیون، گوشی موبایل، فضای اجتماعی، فلان، این همه رو بذارین کنار. هر 1 ساعت تلویزیون دیدنش معادل 2 ساعت مطالعه مغز شما و چشم شما رو خسته میکنه. هر 10 دقیقه تلویزیون نگاه کردن مدارهای عصبی شما رو برای هیجانات منفی و هیجان خشم 3 برابر تقویت میکنه. خب چه اتفاقی میفته؟ شما تنها کاری که دارید میکنید خودتون رو نابود میکنید. برای چی؟ چرا؟ به چه دلیل؟ آخه چه کاریه؟ نکن این کارو، هیچ چی دست نمیدی. شما این سریال مزخرف رو نبین، این برنامه مزخرف رو نبین، این مزخرف 20 سال دیگه هم تکرار میشه. اون زمانی که من میخواستم کنکور بدم 1379 چیزایی که تلویزیون نشون میداد که هیچ، 1360 الان داره نشون میده، 45 تا 50 تا شبکه داره. این تلویزیون هم اومده، نمیدونم چی اومده، سیستم نمایش خانگی، نمایش فلان، همه چی اومده، نتفلیکس که هست، همه چی که هست. یعنی الان تازه اکانت نتفلیکس هم اومده که میتونی مثلا سریالش هم موقعا ببینی، خیلی خارجی بینی، داخلی بینم هستی عزیز دلم، هیچ چی دستت نمیره. این هم بونجولایی که تولید کردن تا 40 سال آینده هم همینجوری میدن، همه شبکه‌ها همینا، آن شرلی و قصه های جزیره و فلان و اینا رو بیا ببینی 40 سال داره تولید میکنه، هنوزم 40 سال پیشم نشون میده. پس چیزی واتو واتو نمیدونم اونا که باربا پاپا واتو واتو، خب اینا دوستان میدونن، اونایی که در جریانن هنوز داره نشون داده میشه. فوتبالیست ها نمیدونن، سوباسا، کاکرو، فلان، همه داره نشون داده میشه، هیچی دست نمیدی، هیچی.
بنده این قسمت اولش که 20 سال پیش نشون دادم هنوزم دارم نشون میدم. پس برام این چیزی از دست نمیدی، بذارش کنار. هیچ چیزی در شبکه‌های اجتماعی نیست که شما که داری الان برای کنکورت میخونی، چه کنکور ورودی دانشگاه، چه کنکور کاردانی به کارشناسی، چه کنکور کارشناسی به کارشناسی ارشد، چه کنکور دکترا، هیچی نیست که از دست بدهید، همش سر جاشه، هیچ نگران نباشه. شما میخوای مسابقه بدی، شما میخوای قهرمان کشوری بشی، شما میخوای فوتبالیست برتر بشی، میخوای بسکتبالیست برتر بشی، رزمیکار حرفه‌ای بشی، شطرنج باز حرفه‌ای بشی، همه اینا راهش همینه. و ببینید برای شما عزیزان که میخواید یه مقدار اطلاعات داشته باشید، بدونید حالا دانشگاه ایران که نداره، دانشگاه خارج از ایران، اگر شما قهرمانی در ورزش داشته باشید لیسانستون هم بورسه و خیلی از کشورها اصلا فاند میدن و میگیرن، یعنی اتوماتیک شما بگی من قهرمان فلانم، شما میتونی بری. خیلی از دوستای من بودن رفتن تربیت بدنی رشته گرفتن، لیسانس فوقلیسانس دکترا برگشتن، الان اینجا مربی تیم هم، خیلی هم زندگی عالی و خیلی خوب و موفقیت های برتر چیز، داخل خارج هر کی خواستی میتونی بری. پس بنابر این شما هر تهدیدی رو میتونید به فرصت تقدیر کنید. خواهشم ازتون اینه که اصول برنامه ریزی 10,000 ساعت، 1,000 ساعت، 3 ساعت در روز، 26 ماه در یادتون بمونه. ورزش روزانه بین 30 تا 40 دقیقه حتما یادتون باشه. هر 1 ساعت 5 دقیقه، 3 دقیقه کششی یادتون باشه. بیشتر از 45 تا 50 دقیقه هیچ وهله‌ای پشت هم نخوانید، هیچ فایده‌ای نداره. بیشتر از 6 الی 7 ساعت هم در روز براتون فایده نداره. آقا من نمیدونم کی چی گفت، اگه بحث علمی داره بیاد بگه. ندارن 99% هیچ تکس علمی ندارن، چون تکس علمی اینه دیگه که عرض کردم خدمتتون. دوست داشتین میتونین سرچ کنین، سایت ساینس دایرکت هست، پاپ مد هست، کلمات کلیدیش هست، مموری هست، لرنینگ سرچ کنین، لرنینگ استایلز هست، تمام اینا میاد. اگه هم خواستین تو سایت من خودم آی پی بی سس هست راجع به حافظه، تکنیک های حافظه، این که حتی شما چجوری بتونید موقع خواب یاد بگیرید، ولی فقط به در زبان میخوره. اگه میخواین زبان یاد بگیرین، به ویژه اگر گامه های اولش هستید، میتونید موقعی که خوابین بذارین چیزای زبان و وایساشو اینا، مثلا دیدین تبلیغ میکنه یادگیری در خواب، فقط به در زبان میخوره. زبان آموزی در سطوح پایه است، سطوح حرفه زبان هم نیست. یا مثلا جملات کلیدی یاد بگیرین. خواستم زبان تو بذار موقعی که داری میخوابی، اتفاقی نمیفته. 5 دقیقه داری چرت میزنی، یه زبانم گذاشتی آروم، یه ویز ویزی میکنه برای خودش. خیلی تکنیک داریم، ولی به شرط اینکه علمی کار کنین. خواهشم ازتون اینه، به هیچ وجه علمو کنار نذارین، به هیچ وجه فکر نکنید یکی گفته اینا گفتن. جمله معروفی هست میگه که، فکر کنم آنتور فرانسه اگه اشتباه نکنم، میگه که اگر یک حماقتی رو 50 میلیون نفر تکرار کنن، از حماقت بودنش هیچی کم نمیشه. آخرین کلامم بود. خیلی از مواقع، خیلی از کارهایی که دیگران میکنن حماقته. شما حماقت نکنید، شما زندگی خودتون رو درست بچینید و موفق میشید. 100% سخته، به هیچ وجه آسون نیست راه موفقیت. هر کی گفته آسونه دروغ گفته، خندیده، شکر و ماست و همه چی با هم. زندگی سخته، رسیدن به موفقیت سخته، هدف تعیین کردن سخته. اما اینو بهتون بگم، شیرین شیرینه و اگر با این روال برید جلو، چیزی که هست همونجوری که پیغمبر فرمودن که نقش و فل حجر، مثل نقشی بر سنگه. مواظب خودتون باشین، ایام کرونا، نمیدونم این ویدیو کرونا تا کی ادامه داره، ولی این ویدیو زمانی که ضبط میشه فعلا کرونا، 1 سال ازش گذشته، 1 سال خورده. امیدوارم سالم باشید، امیدوارم که اگه مجبورید برید بیرون تا جای ممکن نرین، اگه میرین دوتا ماسکو بزنین، پیس پیس همراهتون داشته باشین، دستتون الکل بزنین، دستکش بزنین، ضد عفونی کنین، موقعی که میایین خونه هم حتما لباساتونو بشورین و خودتون هم دوش بگیرید. خیلی کرونا جدیه، ان شاءالله که بابت هیچ و پوچ آسیبی بهتون نرسه. موفق باشین، دوستتون دارم.